همراه هستیم با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست از تورنتو. آقای خسروی فرد، بحران کم آبی در شهرهای مختلف کشور ادامه داره و برخی گزارش‌ها نشون میده که مردم در برخی مناطق تا 24 ساعت به آب لوله کشی دسترسی نداشتن. وارد مرحله بحرانی بی آبی شدیم یا اون چه شاهدش هستیم یه تنش آبی مقطعیه؟ بله، خب این میدونید یک روندی بود که سالهاست ادامه داره. البته تنش آبی کلمه ایست که خیلی اهل رسانه علاقه دارن بهش، ولی یه اصطلاح فنیه. معنیش اینه که بر اساس شاخص فالکون مارک، معنیش اینه که از 1700 متر مکعب آب در سال در دسترس افراد، که حداقل 1700 متر مکعب آب در دسترس افراد باشه. بنابراین به این میگن تنش آبی. وقتی که از این میزان کمتر بشه، میشه 900 متر مکعب در سال در دسترس افراد باشه، بهش میگن کمبود آب. سالها پیش وزیر وقت نیرو در دولت اول آقای روحانی گفت که بیش از 70% مردم ایران دچار کمبود آبن، یعنی اینکه میزان 900 متر مکعب در سال کمتر بهشون آب میرسه. بنابراین این موضوع که ما شاهدش هستیم در واقع کم آبی است و داریم میریم به سمت کم آبی مطلق که بر اساس تعاریف و شاخصی که عرض کردم میشه سالی کمتر از 500 متر مکعب آب در دسترس مردم. بنابراین وضعیت به گونه ای داره رقم میخوره که ما در واقع از تنش آبی به کم آبی و از کم آبی به کم آبی مطلق داریم میرسیم و بسیار وضعیت نگران کننده است که فکر نمی کنم به این زودی هم بشه از این مسئله در واقع راه حلی براش پیدا کرد به سرعت. آقای خسروی فرد، کم شدن آب ذخیره شده پشت سدهای بزرگ در استانهای مختلف کشور نتیجه خوشحالیه یا حاصل سیاست های غلط آبخیزداری و طراحی نادرست سطح هاست؟ به هر حال هر دوتاش، ما کاهش بارندگی ها رو داریم، افزایش تبخیر رو داریم، دما افزایش پیدا کرده، بنابراین خشکسالی های طولانی مدت رو داریم، ولی ما در سرزمین خشکی بودیم و هستیم و این رو باید میدونستیم که باید برای شرایط جدید خودمون رو آماده بکنیم و نکردیم. خب مشکل از سیاست گذاری هاست و مسائل مدیریتی و فساد در مدیریت که موضوع رو جدی نگرفتن. از سالها پیش که کارشناسان داشتن هشدار میدادن، شما در نظر بگیرید سال 1380 خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان یک موضوع مهم جدی در رسانه در روزنامه های اون زمان که اینترنت و شبکه های مجازی نبود مطرح شد، کسی جدی نگرفتش. الان میبینید دریاچه ارومیه به چه روزی افتاده. بقیه دریاچه ها و تالاب ها و آب های زیرزمینی همینطوره. ایران خشک و خشکتر شده، خشکسالی، تغییرات اقلیمی هم در واقع هرچه جلوتر میریم اوضاع رو وخیمتر و خرابتر میکنه. عزم جدی هم به نظر میاد برای مقابله با این قضیه نیست غیر از چاره های کوتاه مدت، مسکن هایی که هر از گاهی خب ممکنه که بهش در واقع استفاده بکنن از این مسکن ها، ولی راه حل اساسی در واقع هیچ وقت به کار گرفته نشده متاسفانه. آقای خسروی فرد، در کوتاه مدت چه راهی برای مدیریت این وضعیت آبرسانی به مناطق وجود داره؟ تقریبا هیچی، همین کاری که دارن میکنن، آب با تانکر ببرن، آب با بطری ببرن، در کیسه آب ببرن، ولی این راه حل نیست. این در واقع از این شرایطی که مردم درش گرفتار اومدن تا اندازه از حتی مسکن هم نیست. این راه، این همونجوری که عرض کردم موضوع به یک شبه ایجاد نشده که یک شبه از بین بره. هر دفعه که این اتفاقات افتاده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک به مدد مدیریت فاسد جمهوری اسلامی در بخش محیط زیست و منابع آب اومده، یه بارندگی شده، سیلابی جاری شده، اتفاقی افتاده که به نظر میاد وضعیت بهتر شده، اما در عمل میبینیم اینجوری نیست. باز دو مرتبه مثال بزنم، دریاچه ارومیه مرتبا ما وقتی نگاه میکنیم وضعیت خراب و خرابتر میشه و میشد، و وقتی هر دفعه یه بارندگی میشد این رو در کارنامه در واقع زرین خودشون قرار میدن، در صورتی که اینجوری نیست، کار جدی و عملی نکردن. در این مورد هم همینطور. این وضعیت متاسفانه، من در برنامه‌های قبلی در خبری بخش خبری شما عرض کردم، این وضعیت میتونه ادامه داشته باشه، ممکنه بارندگی بشه، شرایط اندکی تغییر بکنه، ولی در دراز مدت حتما ایران به سمت خشک‌تر شدن میره متاسفانه با روندی که داریم میبینیم.